بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بزرگترین پرچم حسینی سفر خود را از رأس البیشه آغاز کرد و روی دوش ده‌ها جوان حسینی طی چندین روز حمل می شود. این پرچم از شهرها و روستاهای زیادی عبور می کند تا به شهر مقدس کربلا برسد. پرچم یاد شده که بر روی آن نمادها و شعارهای حسینی نصب شده، بیانگر وفاداری و اعتقاد به ارزشها و مبانی امام حسین و تعظیم شعار حسینی محسوب می شود. این پرچم با گرمی و قدردانی مورد استقبال مردم و موکب‌های حسینی در طول مسیر قرار خواهد گرفت. جمعی از هیئت‌ها و موکب‌های حسینی در شهر اهواز و اطراف آن از آغاز مشایع زائران امام حسین علیه السلام به سمت شهر مقدس کربلا خبر دادند. زائران مشایع خود را از اهواز به سمت شهر مقدس کربلا آغاز کرده و در نقاط مختلف شهر و مناطق اطراف آن تجمع کردند و موکب‌های خدمت رسان در مسیر جاده اهواز تا مرز ایران و عراق آماده پذیرایی از ایشان شدند. این مواکب برای خدمت رسانی، غذا نوشیدنی، استراحتگاه و دارو و سایر مایحتاج زائران اربعین حسینی را فراهم می کند. منابع محلی در استان زابل افغانستان میگویند بارندگی شدید و سیلاب در این استان جان 10 نفر را گرفته و 1 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته منابع این سیلاب ها یک شنبه شب 14 مرداد سرازیر شده و تا کنون جسد 3 نفر پیدا و 3 نفر دیگر ناپدید هستند. گفته می شود بارندگی شدید و سیلاب ها خسارات هنگفته مالی نیز بر جای گذاشته است.